فصل سوم. دیگر اینکه ای برادران من در اتحاد خود با خداوند شادمان باشید. از نوشتن و تکرار آنچه قبلا نوشته بودم خسته نمی‌شوم. زیرا می‌دانم که این برای امنیت و سلامتی شماست. از آن سگ‌ها و کارهای پست ایشان و آنانی که برای ختنه یعنی بریدن عظمی از بدن اصرار دارند برحذر باشید. زیرا ما دارای ختنه واقعی هستیم، نه آنها. زیرا ما به وسیله روح خدا را می پرستیم و به مسیح افتخار می کنیم و به امتیازات ظاهری اتکایی نداریم. اگرچه من حق دارم که به این مزایا متکی باشم. اگر دیگران تصور می کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری متکی باشند، من حق بیشتری دارم. من در 8مین روز تولد خود ختنه شدم و به طور مادرزاد اسرائیلی از قبیله بنیامین و یک عبرانی اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت فریسی بودم و از لحاظ تعصب به کلیسا آزار می‌رسانیدم و مطابق معیارهای شریعت من یک مرد بی‌عیب محسوب می‌شدم. اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب کردم. آری، علاوه بر این همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر یعنی شناختن عیسی مسیح خداوند خود زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادم و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم و کاملا با او متحد شوم. من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت عاید می شود متکی نیستم، بلکه به وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شدم. این نیکی بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد. یگان آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنج‌های او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم. به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم. من نمی‌گویم که قبلا این را به دست آوردم و یا به کمال رسیدم، بلکه آن را دنبال می‌کنم تا به چنگ آورم، همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. ای برادران من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آوردم، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم. مستقیما به طرف هدف می دوم تا جایزه‌ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم. پس همه ما که روحاً بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته باشیم و اگر شما فکر دیگری دارید خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت. در هر حال ما باید مطابق حقایقی که کسب کرده ایم زندگی کنیم. ای برادران من، همه شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونه ما پیروی می کنند نگاه کنید. بارها این را به شما گفتم و بار دیگر آن را با اشک خود تکرار می کنم که عده زیادی طوری زندگی می کنند که گویی دشمنان صلیب مسیح هستند. آخر و عاقبت آنها هلاکت و خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است. افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند. اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید. او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد انجام خواهد داد.